دوباره خوش آمدین. آقای ناطقی، پیش از اینکه سوال در یاد داشتم است مطرح کنم، شما را هم شریک همان بحث می سازم که آقای رفعت آغاز کرد و هنوز هم باقی مانده از ورف. ما از آقای رفعت هم این سوال مطرح کردم که نفس ایجاد کمیسیون برای اصلاح نظام انتخاباتی همی سوی اعتمادی که میان دو جریان یا دو قد بود به خاطر ازی تشکیل شد. حالا وقتی تمام صلاحیتی کمیسیون در حد پیشنهاد برای رئیس جمهور است و قرار رئیس جمهور توشیه کنه، رئیس جمهور قبول کنه و این تعدیلات و این پیشنهادات، فکر میکنین اعتماد یک طرف دیگر که ریاست اجرایه باشه و هم تیمی های شما باشه باز با امضای نهایی رئیس جمهور تمکین کنن؟ سوال خوبی کردید. من در ارتباط با همی کمیسیون ما خدمت شما عرض میکنم که اراده وجود داره در بین رهبران حکومت وحدت ملی. تا حالا گام های مهم و اساسی برداشته شده، فقط یک مسئله مانده که اگر او مسئله حل شود در واقع این کمیسیون تمام شده است. اولا مبنای سیاسی داره، به اصطلاح در اون سند پایه این مسئله ذکر شده که ماده هفتم باشه. خیلی تصریح شده در اونجا که باید این کمیسیون ایجاد شود، کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی در سند آمده. مسئله دوم، فرمان هم صادر شده، یعنی از طرف رئیس جمهور فرمان صادر شده، گرچه به تأخیر صادر شد ولی فرمان ایجاد این کمیسیون داده شده. این دو کار است. کار سومی هم که با صورت گرفته و به توافق طرفین هم صورت گرفته اونه که شخصیت ها و افرادی که در این کمیسیون جمع شدن اونا هم پیدا شده. حالا ما در اون زمانی که رایزنی میکردیم ما 9 نفر پیشنهاد کردیم که 3 جانبه بود، از دو تیم و از طرف سوم که جامعه مدنی باشه. حالا شده مثلا 15 نفر. خب اشکال نداره، حالا عدد 15 نفر، افراد و شخصیت ها هم در واقع مورد تفاهم هر دو طرف قرار گرفته. این 3 مرحله، مسئله سند، مسئله چی فرمان و مسئله افراد، این 3 مرحله الان در ارتباط با این کمیسیون چیست. فقط یک مسئله مانده که اون مسئله ساختار این کمیسیون است که بحث ریاست هست و معاونت هست و متشکلات ازی و ساختار ازی. که در مورد ساختار مسئله خانم شکریه که پیش آمد و الان که آقای اسپنگر را مطرح میکنید، ما امیدوار هستیم حالا اگر ایشان به عنوان رئیس پیشنهاد شده باشه و این رسما اعلام نشده، شما در آقای سنگچارکی نوشته کرده، ما امیدواریم مثلا ساختار مورد توافق رئیس جمهور و رئیس اجرایی قرار بگیره و اعلام شنه. این در ارتباط با وظایف این کمیسیون. وقتایی که ما بحث میکردیم در ارتباط خب این کمیسیون بر اساس چی ضرورت و نیازی باید ایجاد شوه، اصولا به تعبیر شما رسانه ها که کارشیوه میگیم یا طرز العملی از اینا، یا اصولا اینا در چی جهت کار میکنه، برای چی هست. یک مسئله سوال دیگه این که فیصله هایی که اینا میکنه اینا الزام آور یا در حد یک مشوره یک پیشنهاد است. اینا مسائل هستن که این سوالات حل نشده. دلیلش هم مسئله اینه که باید این کمیسیون ایجاد شوه، دقیقا اون کارهایی را که است. در اون زمان به صورت کلی جنبندی که ما از ایجاد این کمیسیون و فلسفه این کمیسیون داشتیم این که در ارتباط با کارهایی که این کمیسیون انجام میده دقیقا در دو عرصه است. یک عرصه قوانین است که در ارتباط با قوانین ما عرض کردم که البته ما در انتخابات 3 تا قانون داریم. یک قانون اساسی است که بحثش نمیشه و یک قانون عمومی انتخابات است که مسئله در اونجا سیستم مطرح است، SNTV و PR و مختلط اینا، که اون هم در سال آخر پارلمان بحث نمیشه. او قانونی که باید بحث شود و ارتباط مستقیم با ساختار کمیسیون ها داره قانون تشکیل وظایف و صلاحیت هاست. میخوایم بگیم که در ارتباط یکی از وظایف عمده این کمیسیون همین مسئله است که در ارتباط با تشکیل قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها این کمیسیون باید دیدگاه های خود را مشخص بکنه. چرا؟ به دلیل این که انتخاباتی که برگزار شد، انتخابات شورای ولایتی و ریاست جمهوری بر اساس همین قوانین برگزار شد، با این مشکلات پیش آمد. بنابراین این اصلاحات در کار داره. خوشبختانه من یک نکته رو میگم به صورت سریع که در این جهت کار شد. ما در حدود 3 ماه کار کردیم و این مسئله رو ما به پارلمان منتقل کردیم. پارلمان هم کمیسیون عدلی و قضایی این قانون رو در واقع اونا هم نهایی کردن، مانده در تالار عمومی. آقای ناطقی، شما ریاست کمیسیون عالی نظارت از تطبیق قانون توافقنامه سیاسی را به عهده دارید. بدون هیچ شکی که باید مفاد این توافقنامه را روی عملی شدنش، رد شدنش، منتفی شدنش شما باید کار کنید. من حداقل به عنوان مجری همی بحث ندانستم که همی خوشبینی که شما دارین ناشی از چی است. اجازه بدین
کمیسیون ویژه بر اصلاح نظام انتخاباتی بر اساس دو حوزه کاری مشخص شده که بس ساختاری و قانون است و روی شکلیات هم موافقه کرده دو رهبر. تنها چیزی که باقی ما در رئیس کمیسیون است که هم میشه انشالله بر اساس خوشبینی شما، ولی کارشیویتان مشخص نیست. الزامی بودن موارد که اعضای کمیسیون رویش توافق میکنه مشخص نیست. پس همینقدر جار و جنجال به خاطر ایجاد کمیسیون به چی معناست؟ ببینید، عرض کردم که یک مقدار سوالات رو باید خود کمیسیون جواب بده. اولا اینا وقتی که با هم دیگر نشست ساختارش فقط دیگر مسائلش حل شده، بقیه مسائلش حل شده. ناطقی کمیسیون اینا بالفرض فرضیه میتیم کمیسیون میاد توجیه میکنه، ولی شما رئیس کمیسیون هستین که باید توافقنامه سیاسی عملی شود. شما به عنوان رئیس کمیسیون میپذیرید نه تو یک کمیسیون آخر؟ نه، یک نکته ما توضیح میدیم که اصلا حوزه کاری ما با حوزه کاری کمیسیون خاص انتخابات اصلاحات انتخاباتی بسیار بسیار متفاوته. حوزه اجازه بدید من نقطه اشتراکش رو بگم. توضیح بدم. یکی از بندهای اساسی اصلاح نظام انتخاباتی مطرح شده و شما قرار است که ببینین که آیا این عملی میشه یا خیر. آره، درست است. کار ما و وظایف و حوزه کاری ما در ارتباط با این مسئله است که یک سند پایه بین رهبران حکومت وحدت ملی امضا شده و این سند در سطح ملی، در سطح منطقی و در سطح جهانی هم مطرح شد که حکومت وحدت ملی بر اساس همین سند ساخته شده. بنابراین حوزه کاری ما و اون ساحتی که ما کار میکنیم که آیا این سند در عمل تطبیق میشه، یعنی یک نظارت، یعنی ما باید این مسئله را حق داریم برای اینکه نظارت بکنیم، چون این سند سند بسیار معتبر و اساسی و پایه تشکیل حکومت وحدت ملی است. این کمیسیون به این خاطر ایجاد شده که نظارت بکنه که آیا این سند تطبیق شده یا نه. یک سوال. حالا شما سوال دومی که کارخانگی اولتان نظارت میکنین از کار کمیسیون بر اصلاح نظام انتخاباتی با می شکل و شمایل مورد قبول شما که رئیس کمیسیون است؟ عرض میکنم ما در ساختار کار نداریم که کمیسیون چه رقم ساختار ایجاد میشه. با چی کار داره؟ ببینید، ما در ارتباط با تطبیق این خب این موافقت نامه پیشنهادهای از اینا الزامیت نداره برای شما به عنوان کمیسیون قابل قبول است؟ این مسئله است. ببینید، پیشنهاداتی را که همین کمیسیون خاص انتخاباتی البته اون زمان عرض کردم که مسئله مبهمه، هنوز ما چیزی گفته نمیتونیم در رابطه، منتها برداشت ما و فهم ما از مسئله از کمیسیونی بود که اینا فیصله هایش باید الزام آور باشه. سپاسگزارم. یعنی به این معنا که فیصله هایی را که کمیسیونی خاص انتخاباتی انجام میده این باید الزام آور باشه، یعنی حکومت چون اینا رو اعتماد کرده و اینا رو جمع کرده و این ساختار ایجاد کرده بر اساس موافقت نامه، بنابراین اینا باید فیصله بکنه، حکومت باید اجرا بکنه. برداشت ما این بود، ولی امکان داره الان برداشت ها و روایت های دیگر هم هست که اینا نقشش مشورتی. خب شما دا این مورد خود نظارت کنید، در آینده باز ببینیم که چه خواهد شد.